هر وقت صحبت از مافیا و کارتل های مواد مخدر میشه آدم یاد آلکاپون و پابلو اسکوبار میافته. اما این وسط یه اسم هست که از قلم افتاده یه کسی که رقیب اصلی پابلو اسکوبار بوده امروز میخوایم بریم سراغ زندگی این آدم که از غذا یک خانوم هم هست یک خانومی که هر جایی پا میذاشته وحشت میومده اون منطقه رو میگرفته با من همراه باشید سلام من امینم به یک ویدیوی دیگه از چنل فیکشن خوش اومدید اگر ما رو دنبال کرده باشید میدونید که ما آخر هفته میریم سراغ حوادث ایران اما برای آخر این هفته تصمیم گرفتیم که یک کار جدیدی بکنیم یک پرونده باز بکنیم از رؤسای مافیا از کسانی که جرایم سازمان یافته انجام میدن برای این هفته هم رفتیم سراغ یکی از مشهورترین کسایی که توی این حوزه کار کرده توی این حوزه که حالا شاید اصطلاح خیلی خوبی باشه یکی از مشهورترین کسایی که رئیس باند و کارتل مواد مخدر بوده که یک خانومیه شاید توی ایران کمتر شناخته شده باشه کسی که به ملکه کوکائین معروف بوده به اسم گریزلدا گریزلدا بلانکو که اسم این خانوم بوده چیزی که ازش مشخصه و به طور قطع وجود داره اتفاقایی که توی دادگاه افتاده جرایمیه که بعد از معروف شدنش مشخص شدن و ثبت شدن اما اتفاقات این آدم بالاخره از بچگی شروع شده دیگه ماجراهای بچگی این آدم شاید خیلی متقن نباشن شاید خیلی قطعی نباشن و گمان زنی در مورد بچگی گریزلدا خیلی زیاده من سعی کردم که منابع مختلف رو مطالعه بکنم از همهشون یه تیکه بردارم و اونهایی که معتبرترن رو برای شما اینجا به نمایش بذارم و براتون تعریف بکنم اما چیزی که مشخصه اینه که بچگی این آدم در حاله ای از ابهامه یه سری شایعات وجود داره و یک سری حقایق که اینها با همدیگه تنیدن سعی میکنم اینها رو یک جوری از همدیگه تمیز بدم که هم به خط سیر داستان مناسب نزنه همین که یک جذابیتی رو ایجاد کرده باشم در عین اینکه تمام تلاشم رو میکنم که واقعیت رو بگم بریم سراغ بچگی گریزلدا گریزلدا توی 15 فوریه 1943 توی سواحل شمالی کلمبیا به دنیا میاد شاید سانتا مارتا یا شاید هم کارتاهینا دقیق مشخص نیستش که توی کدوم یکی از این دوتا شهر متولد شده اما چیزی که به قطع میدونیم اینه که خونوادش وقتی که گریزلدا بچه بوده نقل مکان کردن به یک شهری به اسم مدلین اونم که درست 1948 که کلمبیا توی بدترین شرایط خودش بوده 1948 یکی از اعضای حزب لیبرال کلمبیا توی بوگوتا ترور میشه اعضای حزب لیبرال معتقد بودن که حزب مخالف یعنی حزب کمونیسم این کار انجام داده و اینها دچار یک درگیری میشن توی این درگیری ارتش طرف یک حزب رو میگیره و پلیس هم طرف یک حزب رو همین باعث میشه که یک جنگ داخلی تمام ایار توی کلمبیا شکل بگیره بسیار وحشتناک بوده بسیار خشم بوده کار به جای رسیده بوده که اعضای این دوتا حزب اگه همدیگر رو پیدا میکردن سر همدیگر رو میباریدن. به معنی واقعی کلمه زبون همدیگر رو از دهن میکشیدن بیرون و حتی اگه مردم رو میدیدن آدم های معمولی رو میدیدن که طرفدار حزب مخالفشونن اونا رو میکشتن و تیکه تیکه میکردن بعد این شرایط رو شما در نظر بگیرید زمین های بازی کودکان پر شده بوده از جسد تیکه تیکه شده ی آدم ها و بچه ها لالوی این جسد ها بازی میکردن تقریبا اکثر رؤسای کارتل خشن کلمبیا توی همین دوره بچگی کردن گریزلدا هم توی همین دوره بچگی کرده و باعث شده که خب در نهایت تبدیل بشه به اون چیزی که ما قراره توی این ویدیو ببینیم گیری زلدا میدونیم که توی مدلین زندگی میکرده با خانوادش و توی یک محله فقیرنشین نشین هم زندگی میکردن محلهشون شاید میشه گفت بدترین محله مدلین بوده پر از آمار جرم و جنایت پر از مواد مخدر پر از معتادان کارتونخواب به اصطلاح اونایی که جا و مکان ندارن پر از سکس ورکرها و کارگرهای جنسی و گریزلدا میگه که من توی بچگی چندین و چند بار توی اون محله به هم تجاوز شده البته این رو باید بگم به طور کلی این رو داشته باشید که خیلی نمیشه به حرفای گریزلدا اعتماد کرد چون این آدم یک استعداد بینظیری داشته توی مظلوم نمایی همیشه خودش رو قربانی جلوه میداده به هر حال گریزلدا تو این شرایط بزرگ شده یک شایعی هست از بچگی این آدم میگن که این گریزلدا وقتی که 11 سالش بوده با چند تا از دوستاش و کسایی که میشناخته میرن پسر یک خانواده پولدار توی مدلین رو میدزدن تا باج بخوان دیگه برای این خانواده یک نامه مینویسن که شما باید پول بدیم ما این گروگانمون رو آزاد بکنیم خانواده ی گروگان وقتی که حاضر نمیشه تن به این اخازی بده و میگه که من هیچ پولی نمیدم گریزل وقتی این خبر رو میشنوه عصبانی میشه این تفنگ رو دست میگیره اسلحه رو دست میگیره یه دونه شلیک میکنه وسط دو تا ابروی این گروگانشون که اون هم بچه بوده شایعی که وجود داره اینه که گریزل قتل رو از یازده سالگی شروع کرده یک شایعه دیگری هم هست که گریزلدا با یک پسری توی مدلین یک رقابت تنگاتنگ تنگ بچگانه داشتن با همدیگه سر همین کارهای خلافکارانه و شروربازی اون پسره بعدا میشه پابلو اسکوبار شما ببینید شرایط اون محله و این شهری که گریزلدا توی زندگی میکرده و داشته بزرگ میشده چی بوده خلاصه گریزلدا تو همین شرایط بزرگ میشه 13 سالش که میشه آشنا میشه با یک پسری به اسم کارلوس تیریرو کارلوس دوست پسر گریزلدا بوده و میاد تشویقش میکنه که بیا با همدیگه فرار بکنیم گریزلدا هم هم از دست مادر دائم الخمرش خیلی شکار بوده هم عصبانی بوده از دوست پسر مادرش که هی بهش تجاوز میکرده با این کارلوس فرار میکنن و غیرقانونی میرن امریکا توی اون دوره این تب مهاجرت غیرقانونی به امریکا هم خیلی داغ بوده اینا غیرقانونی میرن امریکا توی نیویورک ساکن میشن و کارلوس توی اون زندگی جدیدشون سعی میکنه هر چیزی که بلده رو به گریزلدا یاد بده چی بلد بوده؟ جل تمام چیزها رو هم جل میکرده از اسناد و مدارک دم دستی بگیر تا پاسپورت و مدارک هویتی همه کار میکرده گریزلدا هم یه شاگرد خیلی خوب برای کارلوس بوده هم خیلی خوب درسش رو یاد میگرفته هم از نبوغ و خلاقیت خودش استفاده میکرده و چیز زیادی نمیگذره که میشه یک جاهل درجه یک اینا یه مدتی با همدیگه زندگی میکنن سه تا بچه هم به دنیا میارن سه تا پسر و 1962 تصمیم میگیرن حالا که ما دیگه جا افتادیم توی امریکا و توی جل خیلی حرفه‌ای شدیم کم و بیش دزدی کردیم کلاهبرداری کردیم بیایم یک شبکه جرایم درست کنیم برای خودمون یک شبکه کوچیکی درست کنیم و این کارامون رو سازماندهی بکنیم توی این 1962 گیرزلدا تقریبا 19 سالشه شما ببین توی 19 20 سالگی به این فکر افتاده که بیا جرایم سازمان یافته انجام بده خلاصه که یه گروهی هم درست میکنن همین جل و دزدی و کلاهبرداری و اینها رو میارن در قالب یک سازمان و اینطوری کار رو پیش میبردن اواخر دهه 1960 میزنه و کارلوس میمیره به خاطر مشکل کبدی میمیره البته که بعضی از منابع نوشتن که خود گریزلدا باعث مرگ کارلوس شده یه جورایی کشتتش اما خب این هیچ وقت ثابت نمیشه بعد از اینکه کارلوس میمیره دیگه گریزلدا نمیتونسته تنهایی اون شبکه کوچی که خلافی که داشته رو مدیریت بکنه تعطیل میشه کارو کاسبیش رو میاره به تنفروشی خب سه سر آیله داشته دیگه یه جوری باید بالاخره شکم این سه تا بچهش رو سیر میکرده شروع میکنه به عنوان کارگر جنسی کار کردن و یه مدتی این کار رو ادامه میده تا اینکه آشنا میشه با یک نفری این آدم جدیدی که اومده بوده توی زندگی گریزلدا اسمش آلبرتو براوو بوده البته مشخص نیست که این دو نفر چطور با هم آشنا شدن آیا آلبرتو مثلا از مشتری های گریزلدا بوده یا نه معلوم نیست ولی این دو نفر با همدیگه آشنا میشن آلبرتو تو کار املاک و مواد مخدر بوده گریزلدا هم که خب یک سابقه خوبی از خلاف داشته دیگه این رو هم بگم به طور کلی گریزلدا گریزلدایی که میگم کلا 152 سانت قد داشته شما ببین یک خانوم ریزنقش با این صورتی که الان دارم بهتون نشون میدم انقدر شیرین انقدر بامزه چطور اصلا به فکر خلاف افتاده بوده برای من جای سوال داره به هر حال این دوتا با هم آشنا میشن و زندگیشون گره میخوره به همدیگه و گیریزلدا تازه با یک دری از خلاف آشنا میشه به اسم مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر اینا توی کوینز نیویورک زندگی میکردن و اونجا آلبرتو با قاطر از کلمبیا مواد وارد میکرده کوکاین وارد میکرده و وظیفه پخشش رو گیرزلدا به عهده گرفته بوده به خاطر رابطه ای که ساخته بوده در این سالها توی نیویورک خیلی راحت میتونسته کار پخش رو انجام بده خیلی هم از غذا کارشون گیره خیلی خوب میتونن کار بکنن اینجا گریزلدا میاد یکی از ایده های انفجاری خودش رو میده یک ایده ای که حالا شاید توی فیلم ها دیده باشینش میاد به آلبرتو میگه که تو دیگه با قاطر این کار رو انجام نده یعنی این قاچاق رو با قاطر انجام نده بیا من یه ایده جدید دارم یه سری سوتیان طراحی کردم زیر این سوتینا نیم کیلو تا یک کیلو کوکائین جا میشه اینا رو تن دخترای کلمبیایی میکنیم اینا رو از مرز رد میکنیم دیگه کسی هم به همون شک نمیکنه برای اینکه حواس معمورین گمرک و معمورین مرزی رو پرت بکنیم هم یک لباس بازی تن این خانوم ها میکنیم چند تا دکمه بالای لباس رو مثلا باز میذاریم و اجازه میدیم که این مامورهای گمرک معمورهای مرزی با این دخترهایی که دارن جنس رو وارد میکنن یه تیکوتاکی هم با هم دیگه بزنن میدونید چی میگن؟ یه جوری از اون قوای جنسی دخترها علیه مردها استفاده میکردن در واقع این ضعف مردها بوده ضعف مردهای مامور مرزی بوده کای ندارم این ایده رو میده گریزلدا پیادش میکنه آلبرتو و مثل بمب کارو کاسبیشون میترکه تموم خیابونای نیویورک پر میشه از موادی از کوکائینی که این دو نفر وارد میکردن انقدر حجم ورود مواد مخدر به نیویورک زیاد شده بوده توسط این دو نفر که حتی مافیا هم حریف اینا نمیشده این دو نفر میترکونن به معنی واقعی کلمه ولی وقتی که خب آدم زیاد کار میکنه اونم توی این شرایط توی نیویورک توی مواد مخدر شاخک های پلیس تکون میخوره دیگه الان پلیس مواد مخدر امریکا دی ای, ای, ای، شده بوده ببینه که چه اتفاقی افتاده که یهو این همه مواد توی خیابون های نیویورک پخش شده میان رد ماجرا رو میگیرن میرسن به آلبرتو و گیریزلدا ولی خب هیچ شاهدی نداشتن هیچ مدرکی علیه اینها نداشتن میزنه دست برغذا دو نفر از کسانی که قبلا برای آلبرتو با قاطر مواد جابجا میکردن میان پیش پلیس میگن ما میخوایم علیه این دو نفر شهادت بدیم مخصوصا علیه گیریزلدا فکر کنم شاکی بودن از اینکه حالا مثلا این کارو کاسبیشون تعطیل شده دیگه اینا قبلا کار میکردن مواد میوردن الان دیگه به خدماتشون نیازی نبوده میان پیش پلیس میگن که ما میخوایم این دو نفر رو لو بدیم خلاصه که الان پلیس اظهارات این دو نفر رو هم داشته و دیگه میخواسته بره گریزلدا و آلبرتو رو دستگیر بکنه اما تا این مامورای فدرال به خودشون بیان یهو گریزلدا و آلبرتو گم و گور میشن یادتون میاد کارلوس متخصص جل بوده دیگه و این کار رو خیلی خوب به گریزلدا یاد داده بوده تا این مامورای فدرال به خودشون بجنبن به این دو نفر با هویت جلی سوار هواپیما میشن برمیگردن کلمبیا این اتفاقات 1975 داره میفته 1975 دست پلیس مونده تو پوست این دو نفر برگشتن به کلمبیا منتها وقتی که گریزلدا وارد کلمبیای 1975 میشه وارد شهر مدلین میشه میبینه که هیچ چیزی شبیه به گذشته این شهر نیست الان یک گانگستری شهر رو دست گرفته که خیلی هم اسم و رسم در کرده همه ازش میترسن اسمش اتفاقا منو شما هم شنیدیم پابلو اسکوبار اون موقع تازه اومده بوده رو بورس این اتفاق برای گریزلدا خیلی زور داشته اون موقع که گریزلدا توی نیویورک با آلبرتو داشتن هفته ده میلیون دلار از قاچاق مواد در می پابلو اسکوبار توی مدلین یه دزد لولول ماشین بوده واقعا اصلا تو مقایسه با همدیگه جایی نداشتن خلاصه وقتی که گریزلدا میاد و شرایط رو میبینه به خون پابلو اسکوبار تشنه میشه پابلو اسکوبار هم همینطور میخواسته زندگی گریزلدا رو براش جهنم بکنه این دو نفر با همدیگه سرشاخ میشن گریزلدا تصمیم میگیره که شروع بکنه به حذف کردن رقباش به حذف کردن کسایی که دارن مواد مخدر تولید میکنن این کسایی که خورده پان تا بیاد و در نهایت برسه به پابلو اسکوبار میاد یک روشی از قتل یک متدی از قتل طراحی میکنه اسمش رو میذاره سیکاریو این سیکاریو رو ما الان خیلی باهاش آشناییم ولی اون موقع اولین باری بوده که استفاده شده بوده می اومده یک فرد مسلحی که قاتل بوده رو سوار یک موتورسیکلت میکرده طرف با موتور میرفته جلوی کسی که میخواسته بکشته شلیک میکرده بعدم گازش رو میگرفته و توی ترافیک و حالا توی هر چیزی بوده گم میشده و فرار میکرد این کار رو اولین بار گریزلدا حداقل توی کلمبیا میکنه و انقدر مشهور میشه که کل دنیا رو میگیره هرچند که کار درستی نیست خلاصه گریزلدا با این متد سیکاریو خیلی از رقبا و خیلی از کسایی که مواد مخدر تهیه و توضیح میکردن رو کشته آمار میگه که یه چیزی حدود 250 نفر آدم رو توی کلمبیا گیریزلدا دستور قتلشون رو داده مونتا پابلو اسکوبار هم دست رو دست نذاشته بوده دیگه این میاد پابلو در واقع میاد یک تیمی از یک سری آدم قاتل جمع میکنه همه اینها رو میفرسته سراغ آدمای گریزلدا همشون رو قلقم میکنن در واقع رقابت این دو نفر خیلی شدید بوده اینا همه داره سال اولی اتفاق میفته که گریزلدا تازه برگشته کلمبیا انقدر گیری زلدا درگیر این مسائل کاری میشه که از مسائل شخصیش قفلت میکنه اگه یادتون باشه آلبرتو هنوز شوهرش بود دیگه گیری زلدا تمام وقتش رو توی مدلین داشت میگذرون اما آلبرتو رفته بود بوگوتا و اونجا برای خودش اشغال میکرد و تفریح میکرد همین زمانها یک شایعی به وجود میاد که آلبرتو داره سعی میکنه یه جوری گیری زلدا رو حذف بکنه به پیچونتش خودش تنهایی کار رو دست بگیره گیریزلدا این شایعه رو که میشنوه متوجه میشه همزمان میشه با گم شدن چند میلیون دلار از پولهاش یکی از سازمانهای زیر دستش چند میلیون دلار پول گم میکنه گیریزلدا فکر میکنه که حتما دست آلبرتو توی این نقشه بوده توی این دزدی پول بوده میره توی یک پارکینگ یک کلابی توی بوگوتا جلوی آلبرتو رو میگیره و میگه که توضیح بده ببینم این چند میلیون دلار رو تو برداشتی یا نه حرفو که میزنه آلبرتو یهوی یه یوزی در میاره میگیره سمت گریزلدا گریزلدا هم همیشه مسلح بوده با خودش اسلحه داشته شما تصور بکنید که این دو نفر روبروی هم وایستادن صدای تیراندازی میپیچه توی بوگوتا و چند ثانیه بعد همه جا سکوت بعد از سکوت مشخص میشه که گریزلدا هنوز وایستاده تیر خورده بوده ها ولی هنوز ایستاده بوده اما آلبرتو افتاده بوده کف زمین و مرده بوده بعد از این اتفاق بعد از اینکه گیریزلدا آلبرتو شوهر خودش رو میکشه برای باقی عمر لقب بیوه سیاه رو یدک میکشه بعد از این اتفاق گیریزلدا یه مدتی تنهایی کار میکرده و خب تنهایی کار کردن سخته دیگه بعد چند سال آشنا میشه با یک مردی که برای کارتل برادران اوچوا کار میکرده اوچوا برادرز اسم این آقا داریو بوده یه مدتی با داریو زندگی میکنه 1978 صاحب یک پسر میشه از داریو پسر چهارمش اسمش رو میذارن مایکل کورلونه به یاد اون کاراکتر اصلی فیلم پدرخوانده دیگه اینا توی مافیا داشتن زندگی میکردن دیگه اون که هالیووده. خلاصه که این دو نفر یه مدتی با همدیگه زندگی میکنن اما در همین زمان پابلو اسکوبار داشته بزرگتر و بزرگتر میشده دیگه انقدر بزرگ شده بوده که تقریبا تمام کسانی که توی مواد مخدر کار میکردن داشتن برای پابلو اسکوبار کار میکردن از غذا همین کارتل برادران اوچوها که گریزلدا هم با یکی از اعضای کارتل ازدواج کرده بوده خب نمیتونسته قبول کنه دیگه گریزلدا برای خودش دبدب کب ای داشته قبل از این تصمیم میگیره که برگرده امریکا و دوباره کاروکاسبیش رو شروع بکنه منتها دو تا حالت داشته دیگه یا باید میرفته نیویورک درگیر میشده با پابلو اسکوبار یا یک حالت دومی داشته میرفته یه جای دیگری از امریکا و اونجا کار خودش رو میکرده گریزلدا هم آدم باهوشی بوده راه دوم رو انتخاب میکنه میره میامی میامی توی فلوریدای جنوبی یک شهر بندریه که مسیر اصلی ورود کوکائین و مواد مخدر به امریکاست چرا این رو میگم بذارید این رو بر اساس آمار بهتون بگم سال 1980 کلمبیا سه چهارم کوکائین مصرفی کل جهان رو تولید میکرده هفتاد درصد این سه چهارم از فلوریدا جنوبی رد میشدن همون جایی که گریزلدا رفته در ساکن شده ارزش این 70 درصد موادی که رد میشده سالانه 20 میلیارد دلار بوده ببینید صحبت از چقدر بوده گیریزلدا هم فهمیده بوده باید بره کجا تا بتونه اونجا کار کاسبیش رو را بندازه با توجه به تجربه‌ای که توی نیویورک داشته از اون شبکه توزیع تلاش میکنه که این شبکه توزیع مواد مخدرش رو توی میامی برقرار بکنه باید چیکار میکرده باید اینجا هم رقبا رو هضم میکرده دیگه میاد اون متد قتلش رو میاره اینجا و توی امریکا توی میامی هم دستور قتل 200 تا 250 نفر آدم رو صادر میکنه خورد فروش ها رقبا کسایی که مواد می کسایی که مواد میفروختن دستور قتل 200 تا 250 نفر رو صادر میکنه و یک قتل و عامی توی خیابونهای میامه شروع میشه بین 1980 تا 1981 بقیه یه کارتل ها هم توی میامه داشتن آدم میکشتن انقدر آمار قتل توی میامه توی اون یک سال زیاد بوده بیشتر از تمام شهرهای امریکا بوده بیشتر از مدلین توی کلمبیا هم بوده دیگه انقدر زیاد شده بوده که دولت سردخونه کم آورده بوده رفته بوده از برگرکینگ یه سری کامیون یخچالدار اجاره کرده بوده که اجساد رو اون تو نگه دارن خیلی وحشتناکه ولی گیریزلدا با این کارش موفق میشه میتونه کنترل میامی رو به دست بگیره منتها راضی به میامی فقط نبوده سه تا پسر داشت از کارلوس دیگه یادتونه اسمشون بوده دیکسون اوبر و اوسوالدو این سه تا پسر رو هم میذاره توی سه شهر مختلف تا اون شهرها رو هم به اصطلاح به کنترل خودش در بیاره این چهار نفر با رهبری گریزلدا انقدر کارشون میگیره که میتونن ماهی یه تون و نیم کوکائین بفروشن توی امریکا دوباره وضعشون تکون میخوره از نظر مالی حسابی پولدار میشن اما پولی که از مواد مخدر به دست میاد باید یه جوری شست دیگه پولشویی باید کرد میان چیکار میکنن میزنن تو کار املاک میزنن تو کار املاک توی همون فلوریدای جنوبی و عین شاه زندگی میکنن چندین و چند امارت میخرن خود گریزلدا خیلی اهل خوشگذرونی و مهمونی گرفتن و زندگی آنچنانی بوده کیف میکرده برای خودش توی اون دوره بذارید یکم از قتل هایی که این آدم کرده بهتون بگم البته همه این قتل ها تایش یک علامت سوال داره که آیا کار گریزلدا بوده یا نه مثلا گریزلدا یه بار میخواسته دو نفر رو بکشه رو میفرسته تو یک مرکز تجاری و اونها شروع میکنن تیراندازی کردن به کل این مرکز تجاری و چندین و چند نفر رو میکشن عملا یک قتل عام اتفاق میافته. یا یه دفعه دیگه یه پدر و مادر رو میخواستن بکشن این پدر و مادر رو جلوی چشم بچه هاشون انقدر شکنجه میدن تا جونشون رو از دست بدن و بمیرن یا یه دفعه دیگه یکی از این قاتلاش میخواسته یک بابایی رو بکشه که سوار ماشین بوده این بابا واقعا پدر یه پسر دو ساله هم تو ماشینش داشته این قاتله تیراندازی میکنه تیر نمیخوره به مرد به بابا میخوره به اون بچه دو ساله و باعث مرگ اون میشه اما اگه فکر کردید که این جنایت های گیریزلدا فقط منحصر بوده به قریبه ها به رقباش باید بگم که سخت در اشتباه این سال 1983 شوهرش داریو به همراه پسرش مایکل داشتن توی کولومبیا با ماشین میرفتن داریو میخواسته مایکل رو برسونه به مدرسه یه دفعه پلیس جلو اینا رو میگیره به محض اینکه اینها وای میسن پلیس شروع میکنه ماشین رو به رگبار بستن و داریو رو کشتن جلوی چشم مایکل پدر مایکل رو میکشن داریو رو میکشن بعدم بچه رو تحت الحفظ میارن میامه تحویل مادرش میدن مسلمه که دستور این قتل رو هم گریزلدا داده بوده خلاصه برگردیم به گریزلدا گریزلدا حسابی کارو گرفته جنگی که توی کلمبیا باخته رو الان اومده توی امریکا برده تبدیل به یک ابرقدرت شده بهش لقب ملکه کوکائین رو دادن اما این امپراتوریش رو روی خون بنا کرده دیگه چندین و چند رقیبش رو کشته گفتم دستور قتل بین 200 تا 250 نفر آدم رو توی میامی صادر کرده بوده خب این 200, 250 نفر خانواده دارن دیگه دوست آشنا دارن کسانی رو دارن که بخوان به خونخواهی اونها اقدام بکنن گیری زلدا متوجه میشه که الان توی این شهر امنیت جانی دیگه نداره چی کار بکنم چی کار نکنم 1984 میره کالیفرنیا و اونجا زندگی میکنه همزمان پلیس هم متوجه شده که گریزلدا با یک هویت دیگری برگشته به امریکا یادتونه 1975 میخواستن بگیرنش نتونستن دیگه برای 37 مورد کیفرخواست همون 1975 باز کرده بودن که الان میخواستن اون رو هم به نتیجه برسونن خیلی شاکی بودن از دست گریزلدا خلاصه پلیس همه تلاشش رو میکنه که بتونه گریزلدا رو گیر بیاره کارای اطلاعاتی میکنن توی توضیح کننده های کوکائین سعی میکنن آدمهایی رو پیدا بکنن نفوذی بفرستن توی این کارتل از این میکروفونا وصل بکنن بهش تا بتونن یه اطلاعاتی به دست بیارن یه اعترافی از این گریزلدا بگیرن و همه یه تلاشش رو میکرده پلیس که بتونه گریزلدا بلانکو رو یه جوری دستگیر بکنه وسط این دست و پا زدن پلیس میفهمن که یه زندانی دارن به اسم جری گومز جری گومز به خاطر جرم مرتبط با کوکائین توی زندان بوده و از غذا رابطه نزدیکی با کارتل گریزلدا داشته میان به جری میگن که ما بهت میکروفون میزنیم باید بری از این آدم اعتراف بگیری جری هم برای اینکه یه جوری از زندان خلاص بشه قبول میکنه خلاصه که با گیریزلدا یک قراری میذارن توی یک هتلی توی لس آنجلس و میگه که به بهونه اینکه من میخوام ازت پول قرض بگیرم میرن توی اون هتل شروع میکنن صحبت کردن گیری زلدا توی اون صحبت یه اطلاعات مختصری از مدل کاریش توی میامی به جری میگه جری که میکروفون بهش وصله و صداش داره در واقع صدای گریزلدا داره برای پلیس هم پخش میشه همین صحبت های خورده برای جری گومز و البته برای پلیس کافی بوده که پلیس بتونه حکم جلب گریزلدا رو بگیره. 17 فوریه 1985 پلیس میریزه تو خونه گریزلدا تا دستگیرش بکنه. میبینن که گریزلدا نشسته روی تخت داره انجیل میخونه. یه اسلحه هم توی کمادش داره. اما گریزلدا بلند نمیشه تیراندازی بکنه، شلیک بکنه. پلیس همین کارو نمیکنه. افسر پلیسی که معمور اون عملیات بوده میره جلو لپ گیریزلدا رو بوس میکنه و میگه که گیریزلدا خیلی خوشحالم که میبینمت بعد از این حرفم دستگیرش میکنه میارتش اداره پلیس بعد از این دستگیری سه تا پسرش رو هم دستگیر میکنن و به طور کل عملیات و کارتل این آدم از هم دیگه میپاشه به طور کلی منحل میشه الان هم پسراش در اختیار پلیس بودن و هم خود زلدا بلانکو بعد منتظر میمونده تا دادگاه براش تشکیل بشه و براش حکم ببرن 25 جون 1985 دادگاه تشکیل میشه و دو هفته طول میکشه توی این دو هفته مدارک بررسی میشه شواهد بررسی میشه اون وایر هایی که وز کرده بودن میکروفون هایی که با آدم های مختلف وز کرده بودن بررسی میشه و در نهایت دادگاه گیریزلدا رو به خاطر قاچاق و توضیع غیرقانونی کوکائین توی امریکا گناهکار میدونه براش 15 سال حبس میبارن برای پسراش هم حبس میبرن ولی همشون کمتر از 15 سال گریزلدا میافته زندان پسراش هم البته میفتن زندان بعد از اینکه گریزلدا میفته زندان چندین و چند بار درخواست تجدید نظر میده اما هیچ بار قبول نمیشه وقتی که میبینه از راه قانونی نمیتونه کاری بکنه 1988 میاد یک راه غیرقانونی پیشنهاد میده یک نقشه غیرقانونی میکشه میاد میگه که من باید برم یعنی آدمهایی که با من کار میکنن برای من کار میکنن باید برن پسر جانف کندی رو بدزدن بعد در ازای آزادی من اون رو آزاد بکنن اما خب این نقشش هیچ وقت عملی نمیشه هیچ وقت گریزلده آزاد نمیشه هیچ وقت هم پسر هیچ سیاست مداری رو نمیدوزدن به هر حال میگذره زمان 1992 اسوالدو پسرش بعد از تموم شدن دوران محکومیتش آزاد میشه برمیگرده کلمبیا یه مهمونی براش میگیرم به عنوان خوش آمدگوی. اما تو همون مهمونی جونش رو از دست میده برای اوبر و دیکسون هم همین اتفاق میفته اونا وقتی که برمیگردن امریکا هر کدومشون به یک شکلی کشته میشن دیکسون رو که میگیرن شکنجه میکنن و بعد از چندین روز شکنجه میمیره به هر حال الان گریزلدا مونده بوده و خودش 1994 تقریبا یه ده سالی بوده که گریزلدا توی زندان بوده یه آدمی پیدا میشه میگه که من هیتمن این آدمم قاتل اجاره این آدمم اسم این بنده خدا بوده هره آلایا هره میاد میگه که گریزلدا من استخدام میکرد سوار موتورم میکرد برم آدم بکشم حاضرم بیام علیه شهادت بدم تا به اون سه قتلی که من انجام دادم اون قتل پسر دو ساله قتل اون پدر و مادره و اون شلیکی که توی اون مال توی اون مرکز تجاری اون قتل آمی که توی مرکز تجاری انجام شده بوده محکومش بکنیم دادستان وقتی که صحبت این هره رو میشنوه گل از گلش میشکفه دیگه میگه که برم که این آدم رو برای قتل هم محکوم بکنم اگر محکوم میشده گیری زلدا به این قتل ها براش امکان داشته که حتی حکم اعدام هم ببرن اما قبل از اینکه که ستان بتونه کارهاش رو بکنه معلوم میشه که هره با منشی دادستان رابطه جنسی داشتن و خب این تمام شهادت های هره رو میبرده زیر سوال دیگه اون رو از اعتبار ساقط میکرده بعضی از منابع میگن هره اومده گفته من میخوام لو بدم گریزلدا رو اما بعدا فکر کرده که من اگه این کار رو بکنم آدمای گریزلدا میان منو میکشن به خاطر اینکه از زیر بار شهادت دادن در بره رفته این کلک و سوار کرده با این منشی دادستان ریخته رو هم ولی خب معلوم نمیشه ماجرا چی میشه چیزی که مشخصه اینه که هره به خاطر داشتن رابطه با منشی دادستان نمیتونه بیاد توی دادگاه اما دادستان بول رو گرفته بوده دیگه میاد پیش گریزلدا میگه ببین من میدونم که تو به این ستا قتل ربط داشتی یا بیا اعتراف کن من برا تخفیف میگیرم یا نه میرم مدارک پیدا میکنم دادگاه برگزار میکنم محکومت میکنم گریزلدا موافقت میکنه میگه که شما برای من قتل درجه دورت بکنید من اعتراف میکنم میگم که گناه کنم دادستان هم قبول میکنه میگه که این معامله رو میکنیم تو بیا بگو که من کشتم یعنی من دخیل بودم توی کشته شدن اینها و من برات حکم قتل درجه دو و 20 سال زندان میگیرم تازه از این 20 سال ده سالش رو هم گریزلدا قبلا توی زندان بوده قبول میکنه گریزلدا معامله برقرار میشه و گریزلدا برای ده سال دیگه میفته زندان در نهایت سال 2004 از زندان آزاد میشه البته از زندان میاد بیرون دیپورتش میکنن کلمبیا آدمی که این همه سابقه جنایت داشته سال 2004 خوش و خورم آزاد برمیگرده کلمبیا مدلین همون جایی که ازش اومده بوده وقتی که برمیگرده مدلین میبینه اوزا دیگه مثل سابق نیست هم پابلو اسکوبار کشته شده هم بقیه اعضا مثل اون کارتل اوچوا کشته شدن دیگه اوزا خیلی بسامونه برای اینکه گریزلدا بیاد دوباره در رأس امور قرار بگیره منتها اون بعد از اینکه برمیگرد کلمبیا تصمیم میگیره که خودش رو بازنشست بکنه و باقی عمرش رو به اصطلاح خودش در آرامش بگذرونه یه هفه سالی رو هم اینطوری زندگی میکنه تا اینکه 3 سپتامبر 2012 یه روز صبح رفته بود از قصابی کاردیسو گوشت بخره توی قصابی داشته 150 دلار گوشت میخریده که یک موتور سواری میاد بیرون مغازه وای میسه یک آقای میانسالی از موتور پیاده میشه خیلی نرم وارد قصابی میشه تفنگش رو در میاره و دو تا گلوله به سر گریزلدا شلیک میکنه میاد سوار موتورش میشه گازش رو میگیره و توی ترافیک صبحگاهی مدلین گم و گور میشه اینجا پایان زندگی پرمخاطره و پرفراز و نشیبه، گریزلدا بلانکو دختری که زنی که باعث وحشت شده بود شاید حتی مادری که باعث وحشت توی کلمبیا و امریکا شده بود کسی که برای سالها با پابلو اسکوبار رقابت میکرد یه جاهایی تونسته بود پابلو اسکوبار رو خراب بکنه یه جاهایی هم نه ازش شکست خورده بود و در نهایت آدمی که به ملکه کوکائین معروف بود آدمی که به عنوان یکی از پولدارترین رؤسای مافیا و رؤسای کارتل مواد مخدر شناخته می شد کشته شده این پایان داستان گیریزلدا بلانکوه فکر می کنم تقریبا تمام نقاط مثبت و منفی زندگی این آدم رو براتون تعریف کردم خیلی ازش فیلم ساختن حتی یکی از فیلماشو نقش گریزلدا رو کاترین زتا جونز بازی کرده یکی دیگه هست که جنیفر لوپز بازی کرده و یه فیلم هم قرار بسازن که که سوفیا ورگارا قرار نقشش رو بازی بکنه خیلی خارج از ایران این آدم مشهور بوده اما خب گفتم شاید توی ایران کمتر کسی بشناستش این ای که باز کردیم از رؤسای مافیا توی چنل فیکشن رو ادامه خواهیم داد و هر از گاهی سراغ حوادث ایران هم خواهیم رفت. اگر اتفاق شاخصی در ایران بیفته مثل ماجرای کلسوم حتما اون رو هم برای شما کاور خواهیم کرد اما به طور کلی اخباری که در هفته منتشر میشه از ایران خبرهایی نیستن که خیلی جزئیات داشته باشن یا خیلی اخبار شاخصی باشن متاسفانه جزئیاتی که منتشر میشه از اخبار توی ایران خیلی کامل نیست به هر حال ممنونم ازتون که تا اینجا با من همراه بودید و امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید اگر دوست داشتید اگر علاقه من هستید به این سبک از ویدیو ها، حتما ما رو سابسکرایب بکنید برای دوستانتون ویدیو رو بفرستین و امیدوارم که همیشه سرسلامت باشید